از مردم خواسته می شد که متفرق شوند. اما تهدیدها اثر نکرد و مردم و جوانان خشمگین با مشت‌های گره کرده از قصد خود برای درهم کوبیدن در و دیوار زندان و آزاد کردن زندانیان سخن گفتند. سرانجام زندانبانان و تصمیم گیرندگان آن روزی رژیم را وادار به عقب نشینی نمودند. بنابر گزارش های شهود عینی، تقریبا 2 ساعت قبل از خاتمه مهلت حکومت نظامی، تیمساران و رؤسای زندان شاه به درب بندی که مسعود رجوی در آن زندانی بود آمدند و او را شتابان با خود بردند که این امر نگرانی زیادی در بین همبندانش برانگیخت. متعاقبا معلوم شد که ماموران مسعود را به پشت بام زندان قصر میبرند. دقایقی بعد جمعیت با دیدن او در پشت بام و اطمینان از سلامتش سر از پا نمی‌شناختند و گلباران او توسط مجاهدان و جوانان تهران که از دیوارهای زندان بالا می آمدند دقایق متوالی ادامه پیدا کرد. در این هنگام یکی از بازاریان منصوب به جبهه ملی آن زمان که با دولت بختیار در ارتباط بود و در پشت بام مسعود رجوی را همراهی می کرد با بلندگو خبر عفو آخرین گروه از زندانیان را اعلام کرد تا جمعیت ساکت شوند. مسعود بلادرنگ بلندگو را از دست گوینده گرفت و با درود به خلق قهرمان ایران گفت: عفوی در کار نیست، اینجا کسی جرمی مرتکب نشده است که عفو و بخشش بطلبد. وانگهی همه به چشم می‌بینند که این مردم ایران هستند که زنجیرها و زندانها را در هم می‌شکنند. علاوه بر این اگر کسی باید در این میان عفو و بخشودگی بدهد، این ما هستیم. سپس رؤسای زندان گفتند که اگر مردم با توجه به اینکه چیزی به خاتمه مهلت حکومت نظامی در آن شب باقی نمانده است متفرق شوند و راه باز کنند، آخرین گروه زندانیان آزاد خواهند شد. مردم فریاد زدند که تا خروج آخرین نفر